ادامه لحظات شیرین شبخند با همکاری هایپ انرژی و آریانا از شماست. انرژی هایپ با بیشترین انرژی، ذائقه خوب که ساخته شده از ذرات طبیعی می باشد، توسط شرکت آسیب خان تریدینگ به بازار وارد گردید است. تا حال ما را آزموده اید، حال بهترین را بیازمایید. خب طبق وعده نگزاد و صدیقی یک یک نفر برای ما یک من مدلان طب دارنی واکینگ میگین چی میگین؟ با اصطلاح انگلیسی واکینگ. واکینگ. اگر فارسی بگیم قدم زدن. قدم زدن. قدم زدن میکنن دیجا بینوان از اینکه شما مشتری های باشین که گویا لباس انتخاب میکنین و یا کرکتر انتخاب میکنین، آمدین دیجا و میبینین که از این مدل های ما انتخاب کنین. خب شروع میکنیم. اول نگزاد عزیز خود نه، من اول صدیقی رو واکینگ کنه که تقلید نکنم. یه گپ خوب یادم آمد، من یک فیشن شور داشتم بیرون از افغانستان بود، در کشور دبی بود و او کمپانی لباسه که لباس یعنی وجه می آورد برای فروش و از هر مملکت مدلایش انتخاب میکرد به خاطر نمایش دادن لباسهای خود. اتفاقا از افغانستان مرا انتخاب کردن و وجه رفتم به خاطر لباسهای افغانی یا مو کلچر و فرهنگ خودم وجه نمایش میدادیم و اوج مردمایی که فهمیدن که من افغان هستم، یعنی به خصوص یک دایرکتر هندی بود اوجا، وقتی که من رایش معرفی شدم گفتم من افغان هستم، برازو بسیار عجیب بود. می گفت من در افغانستان همه شنیدیم جنگ از کشتن از خون است، یعنی فکر نمی کردم که در افغانستان هم مدل است یا سینما است. بعدش من درباره افغانستان براش گفتم که ما اوجا بسیار اکتورای خوب داریم، اکترس داریم یا مثلا مدلای بسیار خوب داریم، یعنی به این مناسبت که افغانستان همیش برای مردم های بیرونی یک ایمیج یک تصویر بیخی خراب داره، چون من نمیفهم چرا. تو باز رسانه های هستن که همیش تصویر بد از افغانستان به دنیا نشان میدن. پشت از رسانه نگردن، خیر از ما و شما اگر خراب نیستیم که خوبم نیستیم باید اینم قبول کنیم، اما زمان افغانستان ما فکر کنم خوب میشه که هر کس بگه با یک گل بهار میشه. اگر تو هم بگی باید گل بهار میشه، ما هم بگویم کل نفوس بله 30 میلیون گل میشه. خب شروع میکنیم. خب در میجا واکن کنیم. آها خیر، ما میز نیستی کم کش بگیم. جایی که باید واکن کنی یاد اقل 10 متر جایی باشه. بیادر 10 متر هست دیگه. نه 10 متر میون از اینجا تا اینجا تا نوک فرش خود میون از اینجا. از اونجا تا اینجا ما برتان میدان خوشتی جور کنم. این عزیز بیاییم. عزیزی بیاین؟ برو تا 15 یک 40 هست. خب؟ پس باز اوسو نام میری؟ خیر از اوسو نام میری. خب بس شروع میکنیم واکینگ ها. برای فیشن شو یا واکینگ چند موضوع بسیار مهم است برای مدل. اونمو چیزایی که میپوشه سرتاپای یا اونمو فیشن استایل داره باید اونمو را شو کنه به مردم. اگر سات میباشه، دزبند میباشه، بوت میباشه یا لباس یا پتلون، اونمو را صرف هدف فرینمی است که اونمو را شو کنه به مردم نشان بده. بسیار خوب. یعنی هدف از واکینگ اینمی است. یکی استاد شدی من متوجه شدم شفا باشه دسته در کجا گور کردی؟ یام استایل است. استایل گفته دستمال هم دیجا بسته که در کله دیگه دانه دستمال هم بسته که هیچی روز هم داخته شما مدل ها ما را به تکلیف کردین که ما را میگن شما بچه قدیم هستین به خاطر که هیچ چیز ما بسته را یاد نداریم. نکو بدر هر کس دلش چی کار داری کرده مردم؟ آره تو را کی میگه عادت نداری آینک سیاه بپوشی ها؟ تو خب چقدر تاریک بوده ای؟ تو دراز روشن اوزو که این هم از هم قطبور زدی برو قطبور در امریکا رسیدم یک کس قطبور از همون مانده. خب بگو هیچ کس هست نیست. یک تو خوراستی هم نمیبینی قاینک چیز هر تو اینجا یک سفید پوش مالا میشه. سلام علیکم. سلام سلام علیکم. بخیر
خوب هستین؟ بخیر جانتان جور. اوه بخیر هستین؟ یعنی فایده نصیبت نکده بود. خیر است کده میمانت آمدیم امروز که مسابقه بتون. دیوان هستی چی هستی؟ میمان ما مدل است مسابقه خیره چی؟ زن مدل زنانه است مردانه است چرا خمیست؟ مردانه نمیبینی؟ خب چشمایت خیره شده. من میگم تو شبکوری پیدا کردی، برو تداوی کن. بیشترم اینجا هفت دیدی. خب هرچی که هست خب من قدشم مسابقه میتونم. من هم شایی ما گفته صدا میکنی آدم قارش میه. خب باید بدر حافظه را نالت خراب شده. اگه مسابقه میتونم قدش کدامش حاضر است بگو. آور مسابقه چی؟ او بدر تو چی می؟ مسابقه دست کجا شد دهی؟ مسابقه دوش، مسابقه دست جنگی، مسابقه لغت. حالا ما بخزیم یک لغت بزنم بده بکشم. بره بره بیشه که ما حالا قدش مسابقه میتونم بیا دیگه. حالا ای بچه ما در خانه میمان دعوت کردیم، تو قدر میمان میده کم. حالا قدر میمان قدر عزت شما قدرش مسابقه دست جنگی میتونم دست زورکان است. این چی قدر عزت شد؟ شما میمانتان هم توری چیز میگین در قشلاق قدر عزت میکردین؟ آه یاد خودت نمانده شای ما در گردنم خورده. برای بیا دیگه بسم الله تو بانده که مال دست جنگی بکنم. بیا دست جنگی چی ها بچه؟ آه وای چه بچه نکن خیر شویچ بینی طبیعی پسان دیگه چیز میشه. بیا دیگه کدامش میره؟ آل اینا رو بد زوره کنی چی ها بچه؟ این مدل از ممثل است. در فیلم هم که یک مشتم که اینا بزنه یا بخوره کلش تمثیل است، اصلی نیست. او از راستی نیست؟ چی هستی؟ بچه های فیلم خدا نگاه میکنه اگرانی او چل نفره بیادر کی زور شده؟ یکی رو مدیدم از راستی میزد. او بچه فیلم نیست. او بچه آل گفته بودم خب گمش که یادم آمدم بکس خورده. بان که یک دفعه میارمان در دل ما نمانه کدامش حاضر است؟ یک دست زور هر دویش حاضر است غیر حاضر نیست. در این کار حاضر نیست. بخی خب ای نه دیگه خیلی قهرمان خودم اعلان کن. خب قهرمان در اینجا مسابقه نیست. من قهرمان اعلان کنم مدال بتونم یا جایزه بتونم. بخی برو به افتخارم قهرمان بود. هر دویش میامد فهمیدی کدمی یک دستیم تو چپیش میکنم. آه ما میفهم یه نه باز نگویی که تو گریختی. آه یا خودشان مسابقه ندارد؟ نه سعیست. آه سعیست. حالا من میریم که کار دارم فهمیدی؟ برو. باز دیگه دفعه که گب میزنم. آفرین تو بیادر در این خانه تو زندگی میکنی. آفرین من نه فهمیدی؟ آفرین این در دیوار که در این اتاب آورده. این نه راه را میفهمن، نه چاه را میفهمن، نه دروازه را میفهمن، نه کلکی را میفهمن، نه یازنه را میفهمن، نه خواه را میفهمن. این دیوانه هست بخپاک. همی خوابت هست که تعمل میکنی آره. تعمل برای خدا داده یک تعمل. میشه ما خدا نشان نتیره. نگو که حالا صدای تا نشنه و نبه ایوه جانه. برای دستش خلاص. ما او رقمی ها را بیستایش از دستش لط خوردیم. صدیقه عزیز خود یک فکایی بگو دیگه چیز خدا بگی. طلاعی توی تو میکنی سونه یک فکایی بگویم. فکایی میگه کدام روز کدام خاله خیرات میخواسته. دست خاله درست کرده بر کدام موتروان خیرات میخواسته. ای چادریش بالا بوده. یعنی موتروان گفته خاله خود رو در کدام جای دیدیم. ای خاله گفته و ای خاک در سر چه و تو خدا فیسبوک فرندم هستی. آه بسیار خوب. خودت در فیلم که نقش بازی میکنی نگزاد عزیز چند دقیقه سر میکپ تو چیز میکنن زحمت میکش آرایشگر؟ در افغانستان متاسفانه هر چیز از یک دید منفی هم اگه میبینن. فکر کو اگه یک کس برای فیلم میخواد میکپ کنه عجیب غریب نظریات میشنوه. یک تعداد مردم نظرهای منفی میده. یعنی در فیلم وقتی که میکپ میکنن میکپ به مانا که نیاز است کامرا چیز را که میخواد یعنی لایتینگ میکنن. یعنی در سینمای بالیوود اگر بره ببینین فکر کنین امیتاب بچن مثال میده. اگر قرار باشه که یک کار باشه که منفی باشه او یک سوپر استار است که دنیا میشناسه چی کارو نمیکنه. یعنی و نیاز دارن و فکر کنین 2 ساعت 3 ساعت 4 5 نفر سر یک روی زو کار میکنن. نه در افغانستان از خود تا فقط پرسان کردم چند دقیقه چند ساعت سر زحمت میکنن یا چند لحظه چند ثانیه؟ بعضی وقتا
بسیار زود، بعض وقتا بسیار دیر، بعض وقتا نیاز می باشه که اگر بخواهیم یک جایی را مثلا زخمی بسازیم. نه زخمی فقط میکوه که روی رفلک نتا نور پس نزنه برام چند دقیقه سر زمین. ده دقیقه رو شاید. ده دقیقه. من مطمئن هستم سر صدیقی عزیز یک ده ساعت زحمت کنم که یک کنم. نه خیر تو رام نیست گم ده دقیقه بر هم گم خیلی و آفرین همو آرشگر که تو رو ده دقیقه آماده میکنم به خاطر از اینکه خودت نسبتا گندمی رنگ هستی گندمی هستم بله نه از گندم های سوختگی بچش اما در برای کامرا بهترین رنگ فکر میکنم رنگ گندمی هست سفید هم کده من میفهم به مخاطر سوال کدم که برخورد باز میکبو کم تیره رنگ حتما استفاده میکنن چی میکنن گندم میشه آه گندم میشه خب به ما دیگه از سفید سفید از لالا چی کار ما بردا پوشی میکنی یکم به ما دیگه از میکبو با ضرورت نیست آه خودت خدای میکب خدای میکب شده ما خب خب بسیار خوب آواز خواندین تا بالا آواز نه یگان وقت شوقی خودم برای خود باز وقت کده دوستا کلیپ نکشیدی یا شاید و استعداد آوازخوانی رو من نداشته باشم چون خداوند هر کس رو برای یک چیز آفریده نمیشه که یک کس اگر خدا پیدا کنه اگر خدا بیافه باز دو جا بله یعنی آدم باید بفهمه که استعداد چی داره یعنی در کار که زور ما نمیرسه یعنی استعدادش نداریم یعنی نمیتونیم اونم کار کنیم باید میگه سنگ که زورت نمیرسه ماچ کنی در جایش بگذاری شاید ما استعداد آوازخوانی رو ندارم فکر میکنم بسیار خوب یک سوال آخری از نگزاد عزیز و از صدیقی عزیز که هر کدامتان جواب بتین از کسایی که غیبت میکنن خوشتان می یا بدتان می چه احساس میکنین زمانی که پشتان غیبت میشن هر زمانی که اگر کس در مورد ما جربست میکنه بفهمیم که ما یک انسان مهم هستیم و اگر گاهی وقت میفهمیم که ما رقیب پیدا کردیم بفهمیم که انسان موفق هستیم و اما یک شعر معروف است که میگه چا تا به گل چا تا به ازغیخ کارم چا تا به پرده چا تا به خپلخ کارم ز گناهکار کلوی ولی شم بیا هم روغ تا روغ لو تا به غلخ کارم یعنی بگذار آنگونه که به مو شکل که خود ما راحت هستیم زندگی کنیم اگر نه مردم به ما شکل میتن نام زندگی ما که راحت هستیم راحتی ما را از ما میگیرن و کسایی که پشت ما گپ میزنن بگذار که گپ بزنن کسایی که شخصا پشت ما گپ میزنن ما بسیار ساده از گپ میگذارم چون اونا کسایی هستن که از ما از اونا چند قدم پیش هستم و اونا در پشت ما قرار دارن و اموجا جایشون از باید از پشت ما گپ بزنن و در آخر فقط یک گپ میگم من با اون شیر می جنگم که پیش رویم نعره میزند نه با اون سگ که پشت سرم جف جف میکند خیصات میشیم صدیقی عزیز خودتان تایید میکنین دیگه میگه پاره چی پوست کنده یقینا تایید میکنم گپای بود که خب بسیار خب این بود برنامه ما که خدمت شما تقدیم کردیم تا برنامه دیگه که باز ما با یک مهمان دیگه در خدمتتان قرار میگیریم ما اعضای فامیل ما که در خدمتتان میم تا آن دم خداوند حافظ نگهدار همگی ما و شما شب خوش تا شبخند دیگر با همکاری هایپ انرژی و آریانا از شماست.